متاسفانه من در بیمارستان بستری بودم و ساعت دوازده و چل دقیقه شب آژیر حریق به صدا در اومد. اما پرسنل پرستاری در طبقه دوم ادعا کردن که آژیر اتصالی کرده و هیچ کدوم از همراهان مریض و مریض ها رو نمیذاشتن به بیرون از بخش برند تا اینکه همراهان به صدا درآمدن و که این همه دود غلیز در طبقات ناشی از چه چیزیه که مدعی بودن چیزی نیست و تا ساعت دو نیم دقیقه صبح از خروج مریض ها و همراهان ممانعت می‌کردند تا اینکه انقدر دود که تنفس خیلی خیلی سخت شده بود و همراهان همگی به سمت نجات مریضان خود شدند با این حال متاسفانه پرستاران بخش باز هم ممانعت از تخلیه بخش میکردن تا اینکه یک آتش نشان به طبقات خودش رو رسوند و با سر و صدا مردم رو به خروج از ساختمان از پله های استراری راهنمایی میکرد که متاسفانه همین آتش نشان با لحنی فوق العاده پرخاشگرانه به جای اینکه دعوت به آرامش بکنه چنان رو رو در میان مردم به وجود آورد که همگی سراسیمه به سمت پله های استراری فرار می کردن. از همه تأصف بارتر این بود که پرسنل بیمارستان مریض ها و همراه ها رو کنار می زدن تا جون خودشون رو نجات بدن و اولین کسانی که از بیمارستان خارج شدند پرسنل بیمارستان بودند. اهم از پرستاران و خدمات و تأسیسات و دکترها و متاسفانه در این کشمکش ها حداقل تا جایی که من شمردم دوازده نفر از مریض ها بر اثر خفگی ناشی از دود جون خودشون از دست دادن با چیزی که امشب برام اتفاق افتاد و دیدم نه پرسنل بیمارستان نه هلال احمر نه نیروی انتظامی و نه آتش نشان ها برای این اتفاقات مطلقا آموزش ندیدن و مردم رو پراکنده می کردن.